تقدیم است. نمیفهمیدم که مر بر تحقیقات آوردین، اگر نه نمیامدم، چون ما تمام روز تحقیقات دادیم امروز. به هر صورت بسیار خوشحال هستم که باز شما رو اینجا میبینم. نمیفهم نیت ما راست است یا به هر صورت یاد عید میاییم یاد نزدیکای نوروز میاییم. نوروز تان البته حال بسیار دیر است، ولی به هر صورت سال نوتان مبارک، امیدوارستم سال خوبتر از سال گذشته در پیش داشته باشین. قرار نبود که ما بسیار سخنرانی طولانی بکنم، ولی میخواییم بگویم که در جواب امی برار ما که کسایی که جواب رد گرفتن پیش از آمدن ما گرفتن، ایتو نبوده که مصاحبه ما باعث ازی شده باشه که ما گفته باشم اونجا وضعیت خوب است، هیچ کس انکار کرده نمیتونه که وضعیت بسیار بهترتر است از زمان طالبا کده، از حکومت پیشتر کده، هیچ کس انکار کرده نمیتونه، یک واقعیت است. ما در رابطه با یوم گپ نزدم که وضعیت خوبه شما مجرین پس روان کنین، برعکس امرای هر کسی که ملاقات کردم بحث ممی بوده که امیایی که آمده در اینجا رسیده حداقل امیا رو پس روان نکنین و اجازه بدین درس بخونه. این بحث ما بوده امرای وزیر خارجه نروژ، امرای تمام هیئت منطقوی نروژ و همراه پارلمان نروژ. البته وزیر خارجه نروژ با بسیار صراحت مرجوع داد که ما این کار نمی کنیم که تشویق میشه دیگه نفر بیاید. این جواب قطعی از او بود. مصاحبه را که من در تلویزیون کردم گپ من بسیار روشن بود، ولی قطع کردن. من خود اختیار از این ملک ندارم، در اینجا در افغانستان هم بسیار گپ نمیچله، خود اینجا زیادتر نمیچله. واقعیت همی است که اوضاع بهبود پیدا کرده مثل دوران طالبان است، ولی مشکلات شما معروض میبینین که وجود داره. چیزی را که من گفتم حالا به مو اعتقاد دارم که بعد از 2014 افغانستان دوباره در دست طالب نمیفته، یک واقعیت است. امروز بحث را که ما در امرای دنمارکیا داشتیم، دیروز امرای وزیر خارجش متعاقد داشتیم، امروز امرای وزیر انکشافشان، مصاحبه هایی که در اینجا ما کردیم در اخبارها، در اخبارهای اونجا ما این گپ زده بودیم، در اینجا ما این گپ زدیم. ما گفتم که برای کسایی که جواب رد گرفته و در کم زندگی میکنه از نگاه قوانین بشر دوستانه درست نیست که نادسترسی به تعلیم تربیه نداشته باشه. حتی یادآوری کردم که شما اینا را در بخش معدن برای منیجمنت معدن و برای کار در معدن حداقل تربیه بکنین، چون ما معدن زیاد داریم، کارهای بعدی ما شاید همی باشه. امروز وزیر انکشاف دنمارک گفت که ما تصمیم داریم که این کار را در داخل افغانستان بکنیم. من گفتم اگه ظرفیت در داخل افغانستان می بود با ضرورت به شما نبود، یعنی به این 400 نفر که شما پس روان میکنین نیست دیگه، اونجا کافی بچه جوان و دختر جوان است که بخونه، اما ظرفیت نیست دیگه که همیتو یک مرکز اونجا ایجاد شود. ای که ما چقدر اینجا میتونم از حقوق به اصطلاح مهاجرین دفاع بکنم یا وضعیت در اونجا چقدر کشته میشه، یک واقعیت است. کلاگی میبینه اینا در اونجا عسکر داره، استخباراتشان فعال است، سفارتشان فعال است. من نمیتونم از خود بسازم که ترس که چقدر نفر در اونجا کشته میشه یا ترس یا ترس، هر روز خودشان میبینن. یک مسئله دیگه که ما اینجا واقعا اوضاع بسیار خراب نشان بتم، واقعیت چیست که مرد نمیگه تو هم اونجه چی میکنی، یعنی اینقدر اوضاع خراب است تو چی رشیشتی؟ ما چی جواب دارم برشان؟ بگویم نه اوضاع خراب است، من در یک جای بسیار محفوظ و خوب استم، در بهشت استم، دیگرار در دوزخ روان کن. خوی خود نمیتونه واقعیت داشته باشه. مسئله که اینا واقعا تاکید میکرد که ما نمیتونیم اینجا زمینه تحصیل بشون، البته گفت که ما ایره بازم دوباره میبینیم، ولی کار ما نیست، کار وزارت عدلیه ماست، از که اسمه چیم از بخش امیگریشن است. ای است که اگه بسیار زمینه تحصیل و اینا رو ما بعد از یا مساعد بسازیم دگام آمده میره. ما گفتم شما میشه که دقل اعلان کنین که زیبا در کس که آمد باز قبول نمیکنیم. باز در اونجا هم بحثی است که واقعا کسی که باز واقعا در خطر باشه وارد چطور کنیم.
من گفتم خب باز او رو از طریق میکانیزم های دیگه میشه که شما مهاجر بپذیرین و نیچیار از میکانیزم دیگه ایجاد بکنین برای کار. ولی حداقل هم یایی که تا اینجا رسیده که هر جایی که کشتی غرق میشه از این مردم است. این از مردم افغانستان است به صورت مشخص، من نگفتم که از کدام قوم است. اگر در بین یونان و ترکیه غرق میشه این مردم است، اگر بین ترکیه و ایتالیا و یونان غرق میشه از زمین مردم است، اگر بین مالزی و اندونزیا غرق میشه از زمین است، حتی حالا از بین نیپال و این مردم از طریق کمبودیا و اینا رفته. بین مسیر استرالیا غرق میشه از پر از زمین. یک واقعیت است. به دلیل از این که در اونجا زمینه بسیار نیست باشن. من نمیخوایم از خود دفاع بکنم. من مصاحبه هایم روشن است. ادام ندارم ولی مصاحبه تلویزیونی مرا قطع کرده بودن در نروی. از این هم نمیترسون که مرا انتخاب میکنین. انتخاب بکنین، آزادی بیان است، دموکراسی است. ما در افغانستان حاضر هستیم به انتخاب. در اینجا خوب هنوز یک ملک آزاد دموکراسی است. دیروز در جایی که سمینار بوده تو دول سرنای بود که صدای کسی ما نمیشنیدیم، وزیر انکشاف از این گفت که این صدای دموکراسی بسیار بلند است، یک واقعیت است. زیادتر نمیخوایم وقت شما رو بگیرم. من متاسفانه سردرد هستم چون از صبح که دویدم پشت پشت جلسه داشتم تا آل ره. چند مسئله رو به صورت مشخص میخوایم برتان یادآوری بکنم. یکی متاسفانه یک واقعیت است که مردم ما و شما در کویته بسیار زیر فشار است. البته استرالیا و اینا مردم کویته را زیادتر قبول میکنه، نظر گوره کسایی که ادعا بکنه از کویته است. مندار اونا مال نفر پیدا کرده که تا از لحجه ما میفهمه که کی از کجاست. در ناروی هم این گپ است متاسفانه. حتی در سطح بود که کدام از دخترها رفته بوده پشت پاسپورت اونجا که گفته که تو از پاکستان هستی، او عصبی شده که آه من از پاکستان هستم. دوزه در افغانستان کل چیزشه، ما پاسپورت چه کار ندارم، سند چه کار ندارم. خب اونجا میگم، من گفتم او برادر عالمی رو من چی رقم بر صورت من سفیر گفتم، بیچاره گفت من میتونم پاسپورت شه ولی خب این رقم موضوع گیری میکنن. اتونست که ما هم اگر اینجا هم کسایی که آمده که کیس خود درست نتونسته مطرح بکنه، خب گناه خودشان هست دیگه. میفهمن نمیگه. چیزی که بسیار مهم است، من فکر میکنم یه هست که پیام که پس افغانستان روان میشه که دیگر را سرگردان نشه، خود بر قیمت تمام دارایی خود مصرف بکنه اینجا بیایه، یا خدا نخواسته در را غرق شوه، یا اینجا در کمپا مجبور شوه به دپرشن بره و با یک علم جنجال های دیگه اخته شوه. این پیام در افغانستان روان شوه که دیگر را خود سرگردان نکنه. مسئله دومی است که توقع من این است که کسایی که در اینجا زندگی میکنه واقعا از شرایط و از زمینه تحصیل که برتان مساعد است تحصیل بکنین. شما که تحصیل خوب داشته باشین که شما رو نمیکشم. شما که در این کشور مفید واقع شوین، ماستری داشته باشین، نال دیگه در این کشورها فکر میکنم کسایی که تنها لسانس داشته باشه باسواد نیست. حال سطح سواد بسیار بالا رفته، کسایی که باید ماستری داشته باشه. حد خلمی گپ در ناروی مطرح شد که حالا اگر کس ماستری نداشته باشه کارم پیدا نمیتونه. خب کارهای خشکاری کارهای بخور نمیرست دیگه، نه کارهایی که واقعا بسیار بتانین با یک زندگی آبرومندانه زندگی شوه. به او خاطر توقع معی است که شما از امکاناتی که در اینجا است استفاده درست بکنین، واقعا علم بیاموزین، برزی که حداقل او سرمایه است که هیچ کس از شما گرفته نمیتونه و در هر جایی که باشین بر شما نیاز است. حال کشورهای کلان دیگه، حتی استرالیا و کانادا و اینا، برای افراد مسلکی، کسایی که در کمپیوتر اینا بسیار مسلکی است، کسایی که در بخش صحت مسلکی است، تمام روز مهاجر میپذیره. این اگر مردم سواد داشته باشه، توانمندی داشته باشه، مسلکی کار بکنه، خود زمینه انتقالشان مساعد میشه. در استرالیا بالاتر از 50% بخش صحیشان هندوستانی و پاکستانی ها تشکیل میده. این چیزی که خود از وا، مخصوصا دورتر از شورای کلان، خود از وا اعلان میکنه که ما
بخش صحی موره در مناطق دور دست یعنی دورتر است از مرکز شهرهای کلان این مردم تشکیل میده مندار اعلان میکنن که ما به اینیا نیاز داریم هر کس میتونه در اونجا از رای قانونی مسلکی اپلای بکنه و ویزه بگیره که فامیل خود مسئول بخزه بره تا این حالتی که به بسیار مشکل در دست ده ها قاچاقبر معلوم نیست در جنگل از رای جنگل میبره شما را معلوم نیست از رای او میبره از کدام را میاره چقدر هم در راه گم شده من یکی از کسایی که مرا استاد مده مسجد بوده در جغری به چشم در نروی 3 سال پیش در یک مرکز ثبت نام کرده دیگه ایش معلوم نیست و از من خواهش کرد که اگر ممکن باشه که پیدا کنیم همین هر کسی که من میشناختم نام از او را عکس شروان کردم هیچ کس نمیشناسه خامی خودش او بیچاره کل دردش ای است که آله زن از اینجا در جایش مانده و چطور میشه چی مسئولیت دارم در مقابل همی زن این وضعیت است که واقعا وضعیت بسیار خوشایند نیست اما این واقعیت افغانستان است اینا میقدر پول را که مصرف میکنن عسکرشون کشته میته خونه میتونه بگوی که اونجا وضعیت خراب است ما تمام روز مهاجرم قبول میکنم های میگه چرا که مصرف میکنین اونجا پول تکسشان است تکس مردمش است پول تکس است که حتی شما میپردازین عسکرایشان نیم و یک از نفرای اعضای پارلمان آلمان آمده بود اونجا باز یک از نفرای آلمانی مرا گفت که پولوی همی رئیس هیئت بشی اگر این خانه که در تانستی قصه 2 سال پیش است که عسکرا دیرتر بانه در افغانستان و روی خود اگر برمگشتن گفت تو هم یک مادر هستی تو میخوایی که بچه ات اینجا کشته شود؟ راست میگه این گفه گفت من یک بچه دارم مورم روان کنم در افغانستان کشته شود برای چی؟ شما خودتان ایش تلاش نمی کنیم این واقعیت هاییست که ما بهش مواجه هستیم و ما فکر میکنم که ایجاد تشنج بیشتر ایجاد بسیار قومگرایی بیشتر بسیار به نفع ما در افغانستان نیست ما مجبور هستیم در اون کشور زندگی کنیم با تمام مشکلات که وجود داره چقدر مردم ازاره میتونه واقعا بیرون برایه اونجا ما ادعا داریم که حداقل 5% نفوس هستیم یعنی او تو جای دنیا نیست که آدم بره افغانستانی نباشد در بنگلادش حتی هست در بنگلادش پناهنده افغانستانی است مردم بنگلادش از ما که بسیار غریب تر است یعنی یگانه کشوری که من واقعا دیدم که نفر مسلکی در سر سرکش تا سر میپاله سر مردم سر خودم میموند و میپالید ما در زندگی خود دفعه اول بودیم که دفعه اول دیدم که در کشور یک نفرها یا خود بیشترش زنها از در سر سرکشته به صورت مشخص سرپالی میکنه پیسه میگیره که خودش نشانده وضعیت صحی مردم است وضعیت زندگی مردم است و فقر را نشان میده دیگه تنها افغانستان متاسفانه نیست باز در این وقتهایی که یه جنجال های دیگه در کشورهای عربی شروع شده در سوریه شروع شده و معلوم نیست که کجاهای دیگه را دامن کجاها را میگیره در بحرین هم حالت است در یمن هم حالت است در مراکو این گپ است در مصر این گپ است خب معلوم نیست در کجاها میره و این کشورام خب نمیخواه بسیار قبول بکنه اینجا متاسفانه اونه میبینین که روز بروز نشنالیستایشون نه تنها در آلمان که در دیگه جایام رشد کرده میرن دلیلشون وضعیت اقتصادی خودشان است. ما در ماه دسامبر پیش از کریسمس در ایتالیا بودم. بسیار جالب بود که در شاپینگ مالای ایتالیا پیش از کریسمس نفر نمیگشت. به خاطر که کس پول نداره. ما گفتم معمولا شما اینجا زندگی میکنین دیگه بعد از سال نو که تیر شد کریسمس که تیر شد سال نو تیر شد باز در دکان ها اعلام میشه در ایتالیا در 12 دسامبر ما بودم در وقت اعلام بود در اعلام کس نمیرفت که سودا بخره این وضعیت ها خوب سرما شما تاثیر میکنه
دیگه توقع می است که شما تضادهای بین خود بسیار دامن نزنین. موجودیت ماره وحدت ما حفظ میکنه و تضادهای قومی رو بسیار بالا نکنین. خوب است پول جمع میکنین، فیلم میسازین، اینا مستند سازی از تاریخ افغانستان است، تاریخ مردم ماست. و خوبی شرایط فعلی هم یه است که تاریخ به حکم سلطان نوشته نمیشه، سلطان حکم کرده نمیتونه که تاریخ چطور نوشته شود. در وقتی که سلطان هم حکم میکرد، کاتب به حکم سلطان دیگر رقم نوشته کرده چیره تاریخ. انجمن به نام کاتب ساختین، کاتب خودش معرفی نکردین. یک تعداد از جوانایش نمیفهمن کاتب چیست. خوب است که ای را سرشکار بکنین، معرفی هم بکنین کاتب کی است، کتابش خوانده شود، اولادایتان فارسی یاد بگیره، بد نیست تاریخ خود بفهمن، دووش توان نمیکنن. ما زیادتر وقت تان نمیگیرم. موفق باشین، خوش باشین، امیدوار استم سالای بهتر از امسال داشته باشین. گفته این پرنگی ها از دنبوره خود لذت ببرین، من اجازه تان رخصت میشم، بسیار مانده استم، صبح هم بخیر پس میرم. تشکر از لطفتان، شبتان خوش.